سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه ویدیوی آموزشی دیگه از بازی پرینس آف پرشیا در خدمتتون هستم. تو این ویدیو قراره بهتون نحوه گرفتن تمام تلسم ها یا امیولت های بازی رو نشون بدم. در مجموع 36 تا تلسم در بازی وجود داره که بعد از اینکه تمام 36 تلسم رو گرفتید، تروفی تولز آف پروفت هم برای شما آزاد میشه. اولین تلسمی که به دست میارید تلسم بلسینگ یا محبت هستش و این تلسم رو هم زمانی به دست میارید که برای اولین بار با جادوگر بازی در منطقه لوئر سیتی یا شهر پایین دستی بازی حرف بزنید. چی اینجا کشوندتت مسافر؟ من و همراهانم ازش استفاده خوبی میکنم. و تلسم های افعی شاهدار، شاه جمشید و سرسختی رو هم میتونید از جادوگر بازی در منطقه لوئر سیتی یا شهر پایین دستی بازی بخرید. خوش اومدیم. و تلسم های پیکان آرش، کوه دماوند، مهر هگمتان و طوفان چاکرام رو هم میتونید از آهنگری بازی که در منطقه لوئر سیتی یا شهر پایین دستی بازی هست بخرید. خوش اومدی. سلاحی لازم داری؟ و تلسم سپر میترا رو هم بعد از کامل کردن مرحله جانبی قدرت باستانی به دست میارم و آموزش مربوط به کامل کردن این مرحله جانبی رو هم به صورت جداگون در کانال قرار دادم. لینکش رو هم میتونید از بخش توضیحات همین ویدیو به دست بیارید. تو توجه من و تلسم شکوه ارسلان رو هم زمانی که مرحله جانبی پیشگویی کوه قاف رو شروع کردید به دست بیارید و آموزش مربوط به کامل کردن این مرحله جانبی رو هم به صورت جداگانه در کانال قرار دادم. لینکش رو هم در بخش توضیحات همین ویدیو میتونید به دست بیارید. و تلسم آتش مقدس رو هم بعد از اینکه 5 تا از کوزه های شنی که مربوط به محله جانبی پیشگویی کوه قاف میشن رو پیدا کردید به دست بیارید. و تلسم صدای زروان رو هم بعد از باز کردن میستری چستی که در منطقه لوئر سیتی یا شهر پایین دستی بازی هست به دست بیارید.
بعد طلسم هدیه روکسانا رو هم بعد از باز کردن صندوقی که در منطقه لوئر سیتی یا شهر پایین دستی بازی هست به دست میاره. و تلسم رقص شمشو رو هم به صورت خودکار در حین کامل کردن مرحله داستانی شاهزاده روبرو شده به دست میاره. تلسم یخ رو هم بعد از باز کردن صندوقی که در منطقه لوئر سیتی یا شهر پایین دستی بازی است به دست میاره. و تلسم شیر درخشان رو هم بعد از باز کردن صندوقی که در منطقه مخفی شهر پایین دستی یا لوئر سیتی بازی هست به دست میاره. و باید توجه داشته باشید که برای رسیدن به این منطقه نیاز به کلید گمشو دارید و این کلید رو هم میتونید از فروشنده اوراقچی که در منطقه اعماق یاد دفت بازی هست بخرید. و تلسم گورفیندور رو هم بعد از کشتن باس ارلیک در منطقه جنگل های یوکانی و یوکانی و فارست بازی به دست میاد. و
و تلسم نیزه الهی رو هم بعد از باز کردن صندوقی که در منطقه دپ یا اعماق بازی هست به دست میارید. تلسم اراده راسخ رو هم بعد از کامل کردن محله جانبی عشق مادرانه به دست میارید و آموزش مربوط به کامل کردن محله جانبی رو هم به صورت جداگانه در کانال قرار دادم. اینکه شما هم میتونید در بخش توضیحات همین ویدیو پیدا کنید. و تلسم های قلب گرسنه، چشم شیطان و چشم سرنوشت رو هم میتونید از فروشنده اوراقچی که در منطقه دپت یا اعماق بازی هست بخرید. شاهی، من اینجا فقط شاهی قبول میکنم. و تلسم عذاب رو هم بعد از کشتن باس خرچنگ غول‌پیکر در منطقه دپ یا اعماق بازی به دست بیارید. و تلسم موج انفجاری رو هم بعد از باز کردن میستری چستی که در منطقه دپت یا اعماق بازی هست به دست میارید. تلسم عیار رو هم بعد از باز کردن صندوقی که در منطقه دپت یا اعماق بازی هست به دست میارید. تلسم اجدادشاه رو هم بعد از حرف زدن با NPC اشکارچی ما در منطقه
سیکرد آرکانز یا گنجینه مقدس بازی به دست بیارید. اجازه ندارت میبینی تلسم اراده رستم رو هم بعد از باز کردن صندوق که در منطقه سکرد آرکایز یا گنجینه مقدس بازی هست به دست بیاریم. تلسم 4 ستاره سنتمتی رو هم بعد از باز کردن صندوقی که در منطقه آپرسیتی یا شهر بالایی بازی هست به دست میاره. تلسم شمشیر توخالی رو هم بعد از باز کردن صندوقی که در منطقه آپرسیتی شهر بالایی بازی است به دست میاره. تلسم خشم ورت راگنار رو هم بعد از باز کردن صندوقی که در منطقه لنگرگاه غرق شده یا سانکن هاربور بازی هست به دست بیاره.
طلسم طاووس سفید رو هم بعد از باز کردن صندوق در منطقه لنگرگاه غرق شده یا سانکن هاربر بازی هست به دست بیاره. اسم نعمت اردشیر رو هم بعد از باز کردن میستری چستی که در منطقه سانکن هاربر یا لنگرگاه غرق شده بازی هست به دست میاد. اسم رد رو هم بعد از باز کردن صندوقی که در منطقه لنگرگاه غرق شده یا سانکن هاربر بازی هست به دست میاره. Thank you.
تلسم آب گریزان رو هم بعد از بازگردن صندوقی که در منطقه سوماتری یا درخت سومایی بازی هست به دست میاره. تلسم باز شعله ور رو هم میتونید بعد از باز کردن صندوق در منطقه تاور آف سایلنس یا برج سکوت بازی هست به دست بیارید. و باید توجه داشته باشید که براحتی میتونید با استفاده از پورتالی که در آهنگری منطقه شهر پایین دستی یا لوئر سیتی بازی هست استفاده کنید و به این صندوق برسید. ویدیو براتون مفید بوده باشه و اطلاعات کافی رو بهتون داده باشم. ویدیوی بعدی میبینم.